شدن از همونطور که عرض کردم مثلا I would like to get aware of world news ها یعنی من در واقع مایل هستم از اخبار جهان مطلع بشم یا مثلا من دوست دارم از در واقع موضوعات مختلف مطلع بشم به این صورت میتونیم بگیم که I would like to get aware of different subjects ها different subjects به این صورت اما دوستان گروه کلمه بعد که میتونن بسیار پرکاربرد باشن کلماتی هستن که میتونن به معنی کاهش دادن باشن خب کلمات مختلفی وجود داره از جمله کلمه reduce به معنی کاهش دادن که در جاده ها هم میبینید reduce speed از سرعت خود بکاهید reduce به معنی کاهش دادن هست کلمه دیگه که میتونه به معنی کاهش دادن باشه کلمه decrease هست decrease هم به معنی کاهش دادن است پس reduce و decrease دو کلمه خیلی تاپ به معنی کاهش دادن هستن و کلمه increase به معنی افزایش دادن هست increase به معنی افزایش دادن میتونه استفاده بشه خب دوستان این وکابیولری یا کلماتی که ما خدمتتون معرفی کردیم کلمات بسیار تاپی هستن که در واقع خواهید دید که در تسک های مختلف چقدر استفاده میشن چقدر ما در طول زندگی روزمره از این کلمات میتونیم استفاده بکنیم و چقدر واقعا یوزفول هستن این کلمات یوزفول ها به معنی پرکاربرد چقدر پرکاربرد هستن برای ما و ما واقعا این کلمات رو باید سعی کنیم که به خوبی استفاده بکنیم به هر صورت بعضی از کلمات طبیعتاً کلمات قلبی هستن در یک زبان این کلمات این اصطلاحات دقیقا در زبان انگلیسی جزء کلماتی هستن که بسیار بسیار پرکاربرد و مهم هستن خب اما یک سری کلمه دیگه هم هست که در ادامه خدمتون معرفی میکنم دوستان معرفی کردن در زبان انگلیسی کلمه introduce هست introduce یا identify introduce یا identify میتونه به معنی معرفی کردن باشه و معرفی کردن یک کالا یک جنس یک کار میتونه present باشه کلمه present پس میتونه به معنی معرفی کردن کالا مثلا I present من معرفی میکنم the products کالاها of our factory ها کالاهای کارخونمون رو present میکنم یعنی معرفی میکنم البته اینجا هم میتونیم از introduce یا identify استفاده کنیم پس اینا کلمات بسیار تاپی هستن اما چه کلماتی میتونن به معنی کالا باشن میتونن به معنی جنس باشن خب دوستان کلمه اول کلمه stuff هست stuff دوستان به معنی کالا یا اجناس هست همچنین کلمه goods good به معنی خوب یک اس اگه بذاریم goods به معنی کالاها یا اجناس هست کلمه بعد products هست کلمه Products به معنی در واقع تولیدات یا محصولات هست و این سه تا کلمه دوستان Stuff, Goods و Products کلمات بسیار مهم و تاپی هستن اما کلمه بعد دوستان یا بهتر بگم گروه کلمه بعد که بسیار پرکاربرد هستن کلماتی هستن که میتونن به معنی تولید کردن باشن چه کلماتی رو میشناسید که به معنی تولید کردن باشن کلمه اول و تاپ ترین اونها کلمه produce هست produce پس ببینید تمام کلماتی که به deuce ختم میشن همشون عزیزان در واقع فعل هستن فعل ساز هستن produce کلمه بعد کلمه دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی کنه از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریع‌تر و راحت‌تر از هر کلاسی به هدفتون برسید.